در میدان ووژ در آن سوی دالان که خانه ویکتور هوگو قرار دارد، در ابتدای مسیر در آکادمی آرشیتکتا، قاسم روزخوش با نام هنری گس تابلوهای جدیدش را به نمایش گذاشته و اگر آخرین دیدارمان به 4 سال پیش برمیگردد، دلیل دیدار اهدای تابلویی از سوی او به ژاک شیراک است. حالا همینطور که میگه فکر نمی کردم الان 4 سال گذشته واقعا. آره آخرین باری که همدیگر رو دیدیم آتلیه بود 4 سال پیش و بعد از تو این 4 سال خیلی اتفاق افتاده و بعد از 4 سال داره برمیگردم پاریس نمایشگاه دارم و توی مدت واشنگتن بودم، نیویورک بودم، غبا، کزا، غبا، برلن 3 بار برلن نمایشگاه داشتم، بعد اومدم بعدش ورسای، آتلیه پیکاسو که برام خیلی خیلی برام مهم بود که به مدت 4 ماه خسیون داشتم از لحاظ روحی، چون نمایشگاه اکسپوزیسیون کردن تو آتلیه پیکاسو بعد از اولین بار که از 1957 تا حالا کسی اکسپوزیسیون نکرده بوده اونجا و خانواده پیکاسو اجازه دادن و که امروز رئیس آتلیه پیکاسو هم الان اینجاست، برام خیلی خیلی مهم بود که گرنیکا رو اونجا انجام داده بودن و اینم بعد از 4 سال امروز نمایشگاه پاریس. درست هنر تابلو همیشه یه پیام دارن، اونم نسبت به مسیر زندگی هنرمند، چون زندگی داشتم که تو ایران 8 سال تو جنگ و ایران بودم، 2 سال تو جبهه بودم و یه جورایی بیانسو البته سختی ملت همون نشون میدم از طریق تابلوها، ولی و یه مثل یه لوکوموتیوه که دنبال آدم میاد ایران و ماجرای ایران، ولی در صورت به دنبال زمان با زمان انسان خودش متحول میشه، هنرش هم همینجور. از گس میپرسیم دلیل دیدار شما با آقای ژاک چه بود؟ من میدونین یه تابلویی که کار کردم به نام نو معروف هست، نو شیراک، من از طریق این تابلو میخواستم شیراک در زمانی که جورج بوش توی بالاترین قدرتش بود گفت نه به جنگ و این برام به عنوان یه هنرمند برام با ارزش بود، چون جنگ زندگی کردم و میدونم یعنی چی و به نظر من و باید یه کاری روش انجام میدادم. مردم به مردم پیام دادن که باید جنگ نکرد و صلح همیشه بهترین چیزه برای انسان‌ها و تو جامعه زندگی می‌کنیم که انسان‌ها به هم نگاه می‌کنن ولی پشتش رو به هم هیچ کس صحبتی نمیشه و این تابلو رو می‌خواستم، چون شیراک گفت نه به جنگ و ارتش فرانسه نفرستاد تو خلیج فارس برای جنگ با عراق و به عنوان هنرمند یکی وظیفه‌ام بود که این کار انجام بدم که یه جورایی همیشه سعی کردم تابلو هم یه ویترینی باشه برای ایران. گس، میدونیم که شما در جنگ عراق علیه ایران شرکت داشتید، با ارتش صدام حسین در جنگ بودید، اما کمی دیرتر برای صلح‌خواهی ژاک شیراک آماده اید که در صف اول باشید. به نظر من و باید یه کاری روش انجام میدادم، چون شیراک با گفتن به نه به جنگ به نظر من ده ها هزار بچه و زن بیگناه عراقی میتونستن از بین برن اگر شرکت کرده بود، یا حتی خانواده فرانسوی که میتونستن بچه هاشون رو توی جنگ از دست بدن. به نظر من شیراک زندگی نجات داد و قبرستون نساخت. صدام حسین چی کار کرد؟ صدام حسین که برعکس کرد. صدام حسین که چطور خود شما رفتید به جنگ صدام در دفاع از خاک ایران، اما در لحظات دیگر همین جنگ رو محکوم میکنم. جنگ در هر صورت هیچ وقت همیشه خانمانسوز بوده، جنگ هیچ وقت ساخته نشده. به نظر من صلح هست که قربانی به وجود میاره، چون همش جنگ میکنیم به دنبال صلح. برای من بعضی موقع میگم صلح
صلح باعث شده که انسان‌ها زیاد کشته بدن، چون همش به دنبال صلح هستیم ولی جنگ میکنیم. اریک دسکو فیلمساز جوانی است که درباره گس فیلمی را برای کانال تلویزیونی معتبر آرته می‌سازد. او میگوید Donc on fait un reportage sur Gaz depuis près d'un an. En fait, ça porte sur un tableau, le nom, qui est un nom à la guerre. Ce nom à la guerre. یک سالی است که روی کارهای او به خصوص تابلوی مشهور به نه کار می‌کنیم. نه به جنگ، نهی که ژاک شیراک گفت. می‌پرسیم به آنهایی که با شما جنگ می‌کنند چه می‌گویید؟ نو. نو. گفتگو با هر هنرمند نقاش جاذبه خود را دارد. در تابلوهای گس تفکر و تابلو فاصله‌ای به سلیقه خواست شما فراهم می‌کند. پاریس، بخش فارسی صدای آمریکا.